سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. فرتاش هستم. میخواستم امروز در مورد برنامه گیتار پرو براتون بیشتر توضیح بدم. دوستانی هستن که تقریبا طبق آمارگیری دفعه قبلی که توی پیجم انجام دادم، 50% از دوستان اصلا با این برنامه آشنا نیستن، که خب بسیار برنامه مفیدی هستش و من خودم نوت ها و تبلچر هایی که میبینین، بک ترک هایی که میبینین، با این برنامه آماده میکنم براتون. اول ببینیم این برنامه چی کار میکنه. این برنامه میشه باهاش تبلچر نوشت و بکترک آماده کرد. در واقع یک برنامه یه صرفاً برای تبلچر نویسی و یا برای دوستانی که نمیخوان بنویسن، برای میخوان استفاده بکنن، برای اونها نقش در واقع یک پلیر رو داره که تبلچر رو براشون پلی میکنه و همینطور میتونن به صورت آموزشی ازش استفاده بکنم. مثلا الان این تبلچر عاشقانه رو من این دسته گیتار رو میذارم این پایین که شما ببینید. یه تیکش رو با هم ببینیم. بله، همونطور که دیدین الان نوت گیتار نایلون اینجا در واقع پلی میشد و شما با دیدن اون مارکری که داره حرکت میکنه، این مارکر منظورم این خط آلمه، این مارکر به شما نشون میده الان کدوم نوت داره پلی میشه و زمانی که این دسته گیتار رو این پایین میذارید میتونید ببینید که روی دسته گیتار در این قسمت چه نوتی داره پلی میشه. همونطور که میدونید تبلچر سیم های گیتار رو به صورت برعکس نشون میده، یعنی سیم یک گیتار سیم بالایی هست و سیم شیش گیتار سیم پایینی هستش. اما خب صداهای دیگه هم شما دارین با این برنامه میشنوید، مثلا مثل درام کیت. ببینید مثلا خط درام کیتش رو من به این صورت نوشتم، یه بار ببینیم. به این صورت هست. یک خط پد سینت سایزر در واقع نوشتم، صدایی که میشنم من سولو پلی بکنم که ببینید که چی هست این خط پد. به این صورت یک خط پیانو در واقع داره که این قسمت و یه دونم لید سینتسایزر هست، صدایی که در این قسمت میشنوید. به این صورت تیکه تیکه اینا روی هم میذاریم و تبدیل میشه به یک بک ترک و زمانی که من میخوام بک ترک ها رو به شما بدم، این خط گیتارش رو در واقع میوت میکنم براتون و شما میتونید به عنوان بک ترک استفاده بکنید. اما صدای گیتاری دیگه نمیاد. به این صورت پس این در واقع کار برنامه گیتار پرو هست که شما میتونید یک تبلچر رو پلی کنید. حالا داستان اینه که این پروژه های گیتار پرو رو از کجا باید گیر بیاریم. خب بعضی از سایت ها توی گوگل میتونید سرچ کنید، گذاشتن داستانش اینه که برای قطعات ایرانی من و تعدادی از همکارانم که مدرس گیتار هستن این بک ترک ها رو آماده میکنیم با این برنامه و در اختیار شما میذاریم که شما استفاده کنید. اما فایل های گیتار پرو یه مقدار کمتر گیر میان به خاطر اینکه زحمتی که روی این فایل کشیده میشه به همین راحتی میشه من اینجا به جایی که بنویسم تبلچر مثلا فرتاش نوشته اینجا، میتونم اینو پاکش کنم و اسم هر کسی رو بذارم. به همین دلیل هستش که تبلچر ها رو عذرخواهی میکنم، پروژه های گیتار پرو رو کسی در اختیار شما قرار نمیده چون قانون کپی رایتی در ایران وجود نداره.
بنابراین اگر که یک پروژه گیتار پرو هم براتون گذاشتم، خواهش میکنم که قدرش رو بدونید و لطفاً سوء استفاده نکنید از این پروژه. برحال، اما برای دوستانی که میخوان از این برنامه استفاده بکنن، شما از طریق این گزینه فایل میایید اوپن میزنید و هر پروژه‌ای که میخواین، مثلا من اینجا عاشقانه رو پلی کردم، حالا عاشقانه ساده رو مثلا باز میکنم، مدل ساده شدهش که براتون آماده کرده بودم، ببینید ساده هست و پلی میکنم و میاد اینجا. این منوی سمت چپ که میبینید برای نوت نویسی هستش. مثلا من اینجا میتونم به جای این سکوت یک نوت دیگه اینجا انتخاب کنم و بذارم. تمام علائم رو اینجا میبینید. این منوی سمت راست اسم نوتا و اینا رو مشخص میکنه. این منوی پایین هم اگر دقت بکنه یک مربع سیاه رنگ هست که داره حرکت میکنه و به ما نشون میده میزان چندم هستیم. این شماره هایی که این بالا میبینید شماره میزان ها هستن. دقت بکنید به حرکتش یک بار ببینید. اگر نمیخواید میتونید علامت این دست گیتار رو اینجا بزنید و به این صورت میتونید دست گیتار رو جابجا بکنید، بذارید اینجا و همینطور که گیتار پرو براتون پلی میکنه شما هم این قطعه رو بنوازید. تبلچر پیانوش هم نشون میده، یعنی اینکه شما گیتار پرو میتونید استفاده بکنید و بزنید. اینکه در واقع چطور این درام کیت ها و این پد سینت سایزر رو اینا رو میشه نوشت، این دیگه واقعا نیاز به یک دانش اضافه تری در مورد روش کار با نرم افزار، همینطور روش تنظیم این قطعات داره. مثلا الان من تبلچه رو بهت قول میدم رو براتون باز کردم. ببینید من دو خط نایلون گیتار اینجا نوشتم. این خط بک ترکش هست، ببینیم چی میزنه. من این کیبورد رو ببندم اینجا، ببینید آکوردش که داریم شکل آکورد رو میخواییم چی گرفته شده. این هم ملودی شکل همون کار که میبینید این برنامه گیتار پرو میتونه یک برنامه بسیار کاربردی باشه براتون و در جهت آموزش گیتار ازش استفاده بکنید. لطفا سوالات و نظراتتون رو در مورد گیتار پرو و چیزهایی که دوست دارین ازش بدونین پایین این پست برای من کامنت کنید. فقط لطفاً بحث آموزشی رو مطرح نکنید، اینکه چطور این کار رو انجام بدیم، چطور اون کار رو انجام بدیم توی گیتار پرو. اینا تماماً دوره داره، دوستانی که حالا دوست دارن آموزش ببینن میتونن من دایرکت بدن، ولی خب بحث آموزشیش به این صورت نیست که من بیام یه نکته بگم و تموم بشه بره شما متوجه شید مثلا چطور درام کیت بنویسین یا چطور یه بک ترک بسازید. بک ترک ساختن نیاز به علم موسیقی داره، صرفاً کار نرم افزاری نیست. منتظر نظراتتون پایین این پست هستم.